رزا سقتی رضا سقطی که خب مدت هاست همه میشناسیم و آقای رزا سقتی دیگه در رأس بحثای افاف و هجاب و لوات هسته چون لوات با هج... افاف و هجاب خیلی مساوی هم ببینید یکی از دلایل این که بچه های شیعه بسیار علاقه به لوات دارن یعنی در دنیای اسلام به خاطر خار شمردن زنه یعنی بعضی از اینا انقدر افراد دارن در اینکه زن اصلا یک موجود انسانی نیست حتی سکس را با زن یک جورایی دشن نمی بینن. یعنی اصلا زن رو کلا میخوان حذف کنن یعنی اصلا فلسفه بحث هجاب حذف زن از جامعه است دیگه و در کنار این قضیه بخشی از این نیروهای مذهبی دیگه انقدر به این قضیه پیش میرن که حتی زن را برای سکس هم مناسب نه چون در دنیای اسلام زن یعنی آشپزی فرمانبری خدمات خانه و سکس و این جز این نیست زن یعنی این کل کلام جایگاه زن در اسلامه خیلی حالا شما برو الهی قمشه بیار برو چه میدونم چه ده ها استاد دانشگاه بیار که در حوزه جایگاه زن در اسلام صحبت کنن رسما زر میزنن نونشو داره میخوره میگه باید یه چیزی بگه اصلا زن جایگاهی نداره در اسلام بنابراین خیلی از این افرادی که دیگه افراد بیشتری میکنن در بحث اسلامی چون جایگاه زن که به صورت ذاتی در یه همچین چیزیه که گفتم آشپزی رختخواب و غیره اما بخشی از اینا که دیگه خیلی دیگه در اسلام غرق میشن اصلا زن را برای همین چیزام نمیخوان یعنی آشپزی هم دوستان خودشون بکنن کلا زن باید حذ بشه آقای رزا سقطی اینا خب کلا در این بحث لوات یکی از دلایل گفتم این هستش حالا بابت عرف جامعه و مسائلی که وجود داره به حال تشکیل خانواده میدن ولی این گرایششون به بحث همجنسگرایی از این سمت و آقای رضا سقتی که خب خیلی معرفه حضور هستن بحثای زیادی شد مدیر ارشاد اسلامی گیلان هست که تقریبا تا اونجایی که تحقیقات به ما نشون میده به 18 پسر بسیجی دست کم تجاوز کرده تجاوز که البته انگار رابطه در حقیقت دو طرفه بوده به اون 18 پسر بسیجی رو در تنگنا انداخته که آقا اگر بخواید مثلا من کمکتون کنم سربازیتون یه مقدار کم بشه یا هر چیز دیگری یه جایی استخدامتون کنم باید به من دیگه آره دیگه همون کاری که محمد با حضرت علی علیه السلام میکرد و میره محمد بارها پوزش میخوام از این عبارت استفاده میکنم کون حضرت علی علیه السلام گذاشته بودن و برای همین ایشون هم راه پیامبر رو راه محمد رو بالاخره قسم پیش برن و, و همون کارهایی که محمد علی با هم میکردن ایشون با بچه بچه بسیجی ها میکرده این اینایی که من میگم مثلا شما فکر کنید مثلا دارم چرتا پرت میگم یا مثلا میخوام هرس بچه حزب نه به خدای ایران قسم علی میداده به محمد حالا شما برو بالا بیا پایین مسائل مشخصه در کتاب ما اینا رو از کجا میدونیم استخراج کتاب های خودشون وقتی که ممل زبونشو میکرده توی دهن علی و آب دهنشو میریخته تو دهن علی یعنی اصلا سکساشون هم خیلی سکسای قوی بوده تو این زمینه به هر روی ایشون الان بیش از چهار ماه بحث آقای سقطی مطرح شد در داستان محرم بود دیگه که اصلا محرم ما رو چون ما محرم شرابی کمپین محرم شرابی رو انداخته بودیم رضا سقطی اومد و کمپین محرم لواتی رو بعد ما اومدیم یه خورده جون بگیریم داشه هنون مقاومت میکردیم محرم شراب مثلا در رأس اخبار باشه اینا اون آقای متی حقشناس عمر و محرم باجناقی آقای صفتری من محرم به بخش دیگه خود ارزایی یعنی انواع و اقسام محرم ها رو امسا اینا همشون هم تو محرم رو شد خب الان بعد از چهار ماه ایشون راست راست راه را میرفتش و خب افکار عمومی میدونستن که ایشون هم مثل سعید توسی و مثل خیلی از شخصیت های دیگه قرار نیستش که بازداشت بشه و علنی و داستان و مسائل دیگر حالا می شما مثلا صادق بوقی با خاطر رقص حالا تو بخش برنامه بعدی مونه صحبت میکنیم ایشونو میان صفحه رو میبندن بازداشت میکنن ولی این آقا راست راست راه میره و حکایتی هم بود که من داشتم بررسی میکردم دیدم که صادق بوقی حالا تو بخش بعدی برنامه بعد بگم صادق بوقی و غیره رو به خاطر اینکه با رقص و شادی کرد مردم رو شاد میکردن با رقصیدن مردم رو شاد میکردن اون وقت این ایزان مسئول جمهوری اسلامی مثل رضا سقتی که همدیگر رو میکردن به خاطر مثلا جریه دا شدن افت عمومی و اینجور مسائل اومدن این آقایینی که میرقصیدن رو بازداشت کردن نفر رو بازداشت کردن اینا تنز ماجراست ما اینا کاری ندارم با این طول و تفسیری که گفتم خبرگزاری میزان مال خبرگزاری در حقیقت رسمی قوه قضاییه دیروز یه خبری روی خروجش اومد که گوه هر دو نفر حاضر در یک فیلم غیر اخلاقی در پرونده گیلان بازداشت شدن بالاخره بعد چهار ماه اینا رو بازداشت کردن خبرگزاری میزان میگه که چندی پیش انتشار یک فیلم در فضای مجازی هواشی بسیاری را به همراه داشت پس از انتشار این فیلم غیر اخلاقی از یک مقام مسئول و فرد دیگری به ثبت رسیده و منتشر شده بود تحقیقات قضایی پرونده شروع شد یعنی یه ببخشید پوزش میخوام جمهوری اسلامی میخواد بگه یه فیلمی که یه همه ماها که بستایی اینترنتی مردم هم در داخل تموم شده بود همه مردم ایران با یه بار دیدن میدونستن داستان چیه کی؟, کی کی رو مثلا چی کار کرده شما چهار ماه بعد تحقیق میکردید و بعد میگه آقا تحقیقات غذایی شروع شد بعد نه داشتی دو, دو تا چارتا میکردی خبر چقدر بالا میاد واکنششون بدید ندید دو دو تا چارتا میکردی آقا راه داره ماست مالی کنی یا نه اصلا چرا باید بقیه منتشر کنن چرا شما خودتون در جمهوری اسلامی این ویدیو رو حتما بهتون رسیده بوده شما چرا خودتون قبلش اقدامی نکردی نه در این چهار ماه داشتن دو تا چهار تا میکردن آیا بحث رضا سقتی با گذر زمان از اسهان عمومی فراموش میشه یا نمیشه دیدن نه آقا خبر خیلی بالاست من نمیش با تشکیل پرونده قضایی دادگاه کیفری تهران مسئول رسیدگی به اتهامات انتصابی صورت گرفته شد پس از تحقیقات جامع از سوی زابط و مرجع قضایی و انجام رسیدگی مفصل به لحاظ بررسی ابعاد مختلف پرونده ابعاد مختلف پرونده یعنی نمیدونم یعنی پوزیشن های دیگه هم تو اون فیلم بوده ابعاد کدوم دیگه چیز پرونده پرونده روشنه بعد میگه سرانجام امروز دادگاه کیفری تهران دستور بازداشت هر دو فرد حاضر در تصویر ها. هر دو در تصویر را صادر کرد یعنی خیلی جالبه نکته ای که وجود داره برای چهار ماه تازه با اما و اگر رو بررسی واقعیت ماجرا چی بوده؟ جمهوری اسلامی این دست اون دست کرد ببینه میتونه قضیه رو بپیچوند یا نه در دنیای ناب مملی اینه در دنیای اسلام خلافی که انجام میشه به نفس خود خلافی نفسه به خاطر خود خلاف کسی رو معاکبه نمیکنه اگر مسئول باشه بررسی میکنن آیا میشود پیچون یا نه یه فیلمی جدیدن خودشون منتشر کردن به نام مصادره خب شما این فیلم مصادره رو نگاه کنید که یه قاضی بچهش یه آدمی رو کشته از مثلا بچه های چپگرای ها مجایدین یا هر چیز دیگری و قضیه رو میپیچونن حالا اینجا تو این فیلم نشون میده اون قاضی نه مثلا خیلی چیز میاد و یه اقدامی میکنه و حق به حق دار میده که اینا چرند است حالا اصلا درست است الیه یه موردی هم یه قاضی یه جا وجدانش مثلا کار کرده مثل این فیلم مصادره نسبت کسانی که پرونده رو پیچوندید و پدر مردم رو در آوردید و, و این سطح تبعیض رو ارائه کردید در قوه قضاییه بر اساس همین فیلم مصادره ما چند نفر اون شخصیت اون قاضی رو داریم که نه واقعا حق و به حقدار بده چند نفر داریم که نه کلان قضایا رو مصادره کند شوخی نکنیم با هم دیگه یعنی الان شما سر همین داستان آقای سقتی چهار ماه چطور خیلی موارد پایین تر از اینا در حد یه دونه اینکه مردم یه دونه قر میدن توی بازار مثلا ماهی فروش های رشت شما در عرض 24 ساعت میرید میگیرید و ابعاد مختلف نداره پرونده ابعاد مختلف نداشته پرونده های سقطی پوزشن های مختلف داشته <تصفح> فیلم مسلحت ببخشید من چند بار گفتم فیلم مصادره مصادره مال آقای اصلا این اتاران هست و اینا فیلم مسلحت فیلم مصلحت رو نگاه کنید اونجا چند تا قاضی داریم اونجوری کنن نه واقعیت ماجرا اینه که سیستمتون غلطه وقتی یه سیستم غلطه حالا میگیم اون اول انقلاب بوده همچنان هم این قضیه ادامه داره حالا اینا مجبور شدن وقتی که دیدن نه قضیه نخابید مجبور شدن آقای سقطی رو دستگیر کنن دستگیر کردن ایشون یادآور دستگیر کردن اون بسیجیه که در مشهد قتل های انکبوتی رو انجام داد و آقای چی بود اسمش بگید اونی که تو مشهد این همه چی چی حداد حد بود یه اسم داشتش که توی مشهد کلی کش و فیلمش هم الان درست کردن و اینا و اون دیگه نتونستن که در حقیقت انقدی برش نداشت که بتونن مثلا نجاتش بدن و دیدن که در برابر افکار عمومی قرار گرفتن و اون آقا رو رضا حداد حد بود اگه اشتباه نکنم زدن اعدام کردن الان آقای سقطی خطر اعدامش میره بالا احتمال داره که قربانی بشه احتمالا برشش یا برشش نرسیده یا حجم بالاخره این افتضاحی که انجام داده انقدر بزرگ بوده نظام مجبوره که رضا سقطی رو قربانی کنه که بتونه از زیر بار این ننگ بره پایین خوش خلاص کنه اما واقعیت اینه بیشتر مسئولان جمهوری اسلامی در خلوتشون تمامی چیزهایی که به صورت پابلیک و به صورت سیستماتیک علیه مردم ممنوع اعلام کردن در خلوتشون برای خودشون آزاده دقیقا به مانند سریال ندیمه حکومت گیلیاد هم همین کاره کرده بود تمام چیزهایی که برای مردم ممنوع بود در خلوت آزاد بود اما الان آقای رضا سقتی قربانی قضیه است به مانند اصلا این سریال ندیمه تو سریال ندیمه هم همه همه کار میکردن اما برخی زمانها فساد یکیشون که دیگه خیلی بالا میزد مجبور بودن برای که سیستم نپاشه اون فردو بیان و محاکمه کنن و اعدام کنن اینجا هم سعید حنایی بلعیزم سعید هنایی مال مشهد بود که دیگه برشش نمیرسید دیگه دیگه برشش نمی رسید سعید هنایی و مجبور شدن که سعید هنایی رو ببرن بالای دار رضا سقطی هم قضیه این بود پس اینجا نشون میده افکار عمومی و برنامه هایی که ما ساختیم و همه این کارو کردن فضای مجازی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و یه همچین آدم بی رو بتونن به هر حال محاکمه کنن ببینید مسئله سکس اینا هیچ کدومش هیچ کدوم اینا حق همه است. مطمئن بحث بر سر اینه که شما نمیتونی یه حکومتی را بندازی تو ذهن جوون مملکت بکنی که سکس خیلی چیز بدیه آی این مثلا دیگه آنچنان تو گناهکاری جوانای مردم رو ببخشی اسکل خودت کنی با باورها همه چی ممنوع بشه و کلی از جوانای مملکت رو به خاطر همین دست از ارتباطات به مانند لوات و غیره در حالی که جوانای مردم دو طرف با همدیگه برنامه گذاشتن رفتن لوات کردن نه اینکه یکیشون مثلا سوء استفاده کنه از پست و مقامی که جمهوری اسلامی بهش داده اونم با اون سنی که داره بالای 50 سال یه جوان 18 ساله رو بیاد و به خاطر نیازی که داره تحت فشار روانی قرار بده و ازش سوء استفاده کنه و بهش باش ارتباط یعنی این رابطه رابطه سالمی نیست رابطه عاشقانه دو طرفه ای نیست اگه نه دوتا مردم اگه با هم عاشق میشن از نظر من به عنوان یک ایرانی به هر حال که زندگی ساله میدارن از نظر من مم... چیز جالب نیست ممنوعه ولی نظر من به درد خودم میخوره یک بخشی از جامعه میخواد این کارو بکنه و ما فقط در چارچوب تبلیغات میتونیم تبلیغ کنیم که آقا روابط همجنسگرایی خلافه طبیعته و اگه این لوات همجنسگرایی بخواد خیلی بلد بشه زاد و ولدی در این دنیا نمیاد و جلوی اکوسیستم انسانی در دنیا گرفته میشه یا حداقل مختل میشه ما میتونیم در چارچوب تبلیغاتی در چارچوب روانشناسی صحبت کنیم در چارچوب حقوقی اصلا <تصفح> به ما ربطی نداره پس شما اومدی کلی جوون رو به خاطر لوات بردی بالای دار و پدرشون رو در زندان انداختی تازه اون جوونا دو طرف با هم میخواستن اینجا مسئولان جمهوری اسلامی تو اینجوری جوونا رو ازشون سوء استفاده کردن و اذیتشون کردن و این قضیه غیر قابل تحمل و بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته زنده باشید خیلی ممنون که این بخش با من همراه بودید به حال رضا در نهایت بازداشت شد و خبرگزاری میزان خبرش رو زد تا در آینده ببینیم چیه این یک موفقیت برای مردم ایران که با یک فشار روانی که ایجاد کردن جمهوری اسلامی مجبور یکی از مسئولین خودش الان قرب کنه و این نگاه جالبیه یک اتفاق جالبیه یک دستاوردیست حالا هرچند کوچک ولی دستاوردیست زنده باشید پاینده ایران و بدرود